مگه اینکه جسدم رو ببوسی. به داداشم هدیه میکنم. خیلی ممنون. خب دوستان، به پایان مزایده رسیدیم. ازتون دعوت میکنم که فیلم سینمایی رو تماشا بکنیم. از همتون ممنونی. ببینید سیویم خانم، برای اینکه کار به اینجا نکشه باور کنین تمام تلاشمو کردم، تمام تلاشمو، ولی به هیچ وجه نمیتونم آقای جمع از خودم دور کنم. تهدیداش، باجگیریاش، متوجه هستین؟ سیویم خانم فکر میکنه چیزی بین ما هست، یعنی تصور میکنه که ما عاشق و معشوقیم. واقعا ازتون معذرت میخوام با همچین موضوع مسخره مزاحمتون شدم، از این بابت خیلی شرمندم، ولی واقعا نمیفهمم باید چی کار کنم. وقتی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که این موضوع فقط شاید به شما مربوط بشه. شما میتونین کمکم کنین؟ البته که به من مربوط میشه. تارین خانم، کار خیلی خوبی کردین که اومدین پیش من. اولا از طرف خودم، یعنی از طرف خودم ازتون معذرت میخوام از اینکه با چنین مشکل ناراحت کننده ای روبرو شدین. یعنی اصلا نگران نباشین، ما به هیچ وجه به سادگی از کنار این مسئله عبور نمی کنیم. الان یه خواهشی ازتون دارم. خواهش میکنه. ارتباطتون رو با آقای جم کاملا قطع کنین، بقیهش رو بذارین به عهده من، باشه؟ ولی چی شده؟ سیویم خانم، اگه من کاریو که شما میگین و بکنم، میفهمه اینجا آمدم و باهاتون صحبت کردم، اون موقع خیلی بیشتر اذیتم میکنی. من واقعا خیلی میترسم. حق با شماست، اصلا به اینجاش فکر نکرده بودم. شما یه مدت دیگه صبر کنین، تا اون موقع من یه فکری براتون میکنم. باشه. سنی کوچک قزل ابتال. حالا چند دقیقه میام برنامه داریم و شما رو به جاهایی از استانبول میبریم که هرگز ندیدیم. کوچه پس کوچه ها، حاشیه شهر، زندگی تلخ خانواده های از هم پاشیده، چون اونا فقیرن برای آبرو دارن. مادرها با آرزوی فراهم کردن آینده درخشان برای بچه هاشون هر روز صبح از خونه هاشون میرن بیرون و تا شب کار میکنن. ولی تو یکی از همین محله ها، بین این آدم های بی قلقش، یه نفر هست که هممون میشناسیمش. بله، هممون میشناسیمش. خاله حفیظه که میخواد هممونو فریب بده. خودتون ببینید، خاله حفیظه و دختر عزیزش. خیلی خوب، فیلم دیگه تموم شد، میتونیم بریم. بریم برای زود باشیم. باران، چی شد؟ داشتی مستند تماشا میکردی؟ کرم، چی کار داری میکنی؟ چرا این کار کردی؟ کار اشتباهی نکردم. بیچاره این دختر به آب و آتیش میزنه که فکر کنم بچه پول داره. همون راحت شد، هم ما که حقیقت رو فهمیدیم. کرم تو چرا اینجوری شدی؟ چرا یابو ورت داشت؟ راستش من عوض نشدم، به هر حال من همونم دیگه، کرم سایر معروف. بعدش هم داداش همه این، مگه نه؟ واقعا که خب جان، کار باران نبود، زینبم نبود، من تو رو به اون روز انداختم. اون پیراشکی که خوردی، بخور دیگه، تعارف نکن.
خودت نمیخوری؟ قهوه میخوری؟ میدونستم طاقت نمیاری. تلافی اذیت کردنه باران بود. خواستم عذاب بکشی. ولی انگار کافی نبود. هر کاری باهات بکنم بدترش رو انجام بدی مگه نه؟ چون حد و مرزی نداری. بدترین کار ممکنم از کرمسایه رو بعید نیست. درسته. درستو یاد گرفتی؟ آره گرفتم. تو هم گرفتی و بازم میگیری. تموم شد؟ نه یکی هم هست. خیلی خوب، حق امضا رو میسپارم به تو. دیگه من قاطی این ماجرا نکنم. چند ماه یه بار یه کاری برای شرکت میکنی، میخوای از زیر اونم در بری؟ این دیگه چیه؟ برای چی جمعو از شرکت اخراج میکنی؟ خب اینطور صلاح دیدم. یعنی چی صلاح دیدی؟ تو که کاری به کار شرکت نداشتی. حالا چی شد یه دفعه وارد شدی؟ هنوز جواب سوالمو نگرفتم سوین. چرا جمع و اخراج میکنی؟ چون من اینطور میخوام. نمیتونی. چرا نمیتونم؟ چرا نمیتونم اخراجش کنم؟ چون من اینطور میخوام. این چیزا سرم میاد. تو رو خدا مزخرف نگو. همینطوره، چون از مامانم خجالت میکشم. باران، تو که کار بدی نکردی. تو آدم بدی نیستی. هر دومون خیلی خوب میدونیم کی آدم بدیه. باورم نمیشه چطور تو بسم چین کاری کنه. آبروم رفت. نگو عزیز دلم، آبرو چرا بره؟ بیا اینجا. حقم بود، همه اینا حقم بود. بسته دیگه، اینقدر خودتو سرزنش نکن. میگم که تو کاری بدی نکردی. پس چرا همه سر من میاد؟ همچین چیزی نیست. اگه میخوای عصبانی شی از دست اون حیوان عصبانی شو، از دست خودت عصبانی نشو. ببین بهت قول میدم این کارشو حتما تلافی میکنم. همچین تلافی میکنیم که بیاد به دست و پامون بیفته، ازت معذرت خواهی کنه. قول میدم. حالا اون اشکاتو پاک کن. پاک کن عزیزم، پاک کن، قربونت برم، پاکش کن. من الان به خاله حفیظه زنگ میزنم. امشب تو میای خونه ما. خیلی خوب، پس من میام خونه شما. من امروز تنهاد نمیذارم. بله باریش. نه، بارانو پیدا کردی؟ آره پیداش کردم، الان پیشمه تو آشپزخونه. کیارم از مدرسه رفت بیرون. آخه میخوام بارانو بیارم، نمیخوام ببینتش. آخرین باری که دیدمش تو سالن کنفرانس بود. وقتی اومد خبر میدم. باشه میبینمت.
باران. باریش، منم دنبال تو میگشتم. نه چیه؟ نکنه دنبال باران میگردی؟ نه نه، باران نه، اونو پیداش میکنم. من میخوام یه چیزی بهت بگم، یعنی یه چیزی باید بهت بگم، شاید از شنیدنشون یکم ناراحت بشی. خب گوشم با تو. راجب کرمه، میبینی که این اواخر کرم قبلی نیست، یکم عوض شده. حتما متوجه شدی. آره یکم عوض شده. منظور باریش، من میدونم چرا عوض شده. درسته. بگو، گوش میدم. داشتم میگفتم، من میدونم چرا اینطوری شده. کرم! چیه؟ تو خیلی آدم پس فطرت و کثیفی هستی. باران برو سر اصل مطلب. من چی کارت کردم ها؟ چی کارت کردم؟ میخواستی چی کار کنی؟ ها؟ باران! باریش! 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 تو چی کار کردی؟ ها؟ باریش! چی کار کردی؟ تو چی کار کردی؟ باریش! چیزی نمیشه باریش، هیچی نمیشه. حالا چی کار کنیم کرم؟ حالا چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ تو رو خدا یه کاری بکنی. باریش چشماتو باز کن، منو میبینی؟ چی کار کنی؟ چی کار کنی؟ این هم دیشه ببرش، بیا بری دختره یا دیوونه. مذارت میخوام باریش، مذارت میخوام باریش، باریش داداشم خوب میشی. باریش نمیشه که همینجوری دست رو دست بذاریم کرم. خواهش میکنم یه کاری باید بکنی. دستتو بذار اینجا، دستت بذار همینجا باشه. خیلی خوب باشه، حالا بگو چی کار کنم. با آمبولانس زنگ بزنم، الان با آمبولانس زنگ بزنم. چی میگی داداش؟ الان آمبولانس خبر میکنه. سر میافته زنگ بزن. آمبولانس زنگ میزنم. وایسا. باریش خواهش میکنم. خواهش میکنم چشمات باز باشه. صبر کن، صبر کن. با گفتن من اینطور میخوام که نمیتونی از زیر کار در بری. من گفتنی هامو گفتم سویم. چرا جمع اینقدر برات مهمه؟ چون مدیرعامل شرکت توریستی سایره است. خوبه، پس معلومه هنوز کارهای شرکت رو یادت میاد. و اما جم، اون دیگه شایسته اسم شرکت ما هم نیست. واسه یه چی؟ منم یه چیزی میدونم که دارم میگم. ببین سویم، اینو فقط یه بار میگم، واسه همین خوب گوش کن. جمو اخراج نمی کنی. اگه نمیخوای زیر دست و پا باشه، یه راه دیگه پیدا کن، ولی اصلا ارتباطشو با شرکت قطع نمیکنی. به این راحتی هم که میگی سویم، در این مورد کاملا جدیم. پس برام توضیح بده. من مجبور نیستم بهت توضیح بدم. کاریو میکنی که من میگم.
جمع تو شرکت میمونه، همین که گفتم. باسکو باسکو باسکو، خوب میشه خوب میشه خوب میشه زینب، خیلی خوب. سرشو بذار رو پات، دست بذار رو زخمش، تحمل کن تحمل کن، خواهش میکنم عجله کن کرم، خوب میشی بارش تحمل کن، نمیمیره مگه نه ها، چیزیش نمیشه، نمیمیره باران، تو رو خدا یه جواب بده. من چی کار کردم؟ اگه اتفاقی براش بیفته، اگه بمیره من چی کار کنم؟ بگو جان. نمیمیره عزیزم، چیزیش نمیشه، بهت قول میدم، نگران نباش. خیلی خوب، چیزی نمیشه. آقا رضا، سلام، کرمم. یه چیزی میخوام بهتون بگم، یه وضعیت اضطراریه. من تو راهم دارم میام پیش شما. بعدم بهتون میگم، باید تو مطب باشین، حواستون باشه. الان دارم میام اونجا، تو راهم. باشه، بهتون میگم، بعدن بهتون میگم، فعلا. خداحافظ. چیزی نیست مگه نه کرم، فقط یکی دوتا بخیه است مگه نه، اتفاقی آره. نمیفته، زودم خوب میشه. داداش من صبر کن، حالا میرسیم، یکی دوتا بخیه میزنه و تموم میشه. باشه. حالت خوب میشه، من مطمئنم. باریش، الان حالت چطوره؟ خیلی خوب. خیلی زود باید بیای. چی شده پسرم؟ باریش بد جوری زخمی شده. باریش؟ دوست خیلی صمیمیم باریش، الان میبینیش، بیا. چطوری زخمی شده؟ آقا رضا، یکی رو من چاقو کشید، متوجهی؟ باریشم خودشو انداخت جلوی من. نمیتونم کاریش بکنم، باید ببری بیمارستان. ما هم اینو میدونیم، ولی من نمیتونم ببرمش بیمارستان. نمیخواین پلیس و قاطی این کارمون بکنی. خب باشه پلیس و قاطی نکنین، ولی اینجا که نمیشه، من اینجا نمیتونم کاری بکنم. چطور نمیتونی ها؟ چطور نمیتونی؟ من از تو میخوام یه کاری بکنی، تو هم انجامش میدی، فهمیدی؟ دعوا کردین؟ آخه بچه ها شما چی کار کردین؟ تو رو خدا عجله کنی. بازم جواب نداد. حتما رو سایلنت ملیس. آخه دختر تو چه عجله‌ای داشتی؟ خب گرسنه‌ام بود دیگه. میدونی وقتی گرسنه‌ام میشه دیگه چشمم هیچ جا رو نمیبینه. اگه یه 10 دقیقه دیگه هم صبر میکردی چی میشد؟ حیف شد آخرشو از دست دادیم. چیزی که باید میدیدم و دیدم ملیس. حتی بهترین قسمتشو به شکل زنده دیدم. وای که چجوری آبروش رفت. یعنی بعد از رفتن ما چی شده؟ میفهمی. ولی اگه از من میپرسی، باران حتما یه کاری کرده که بهش حمله کرده، دعواشون شده و این حرفا، بعدم کرم دست به سرش کرده. میدونی دیلان، اگه تو خوابم یه همچین چیزی میدیدم باور نمیکردم به خودم. والا منم همینطور، فکرشو کن حتی منم بهش شک نکردم. آره والا منم همینطور، ولی اینم یه جورایی یه شروع تازه است دیگه. یعنی چطوری؟ تو فکر میکنی از این به بعد جان به باران محل میده؟ من که فکر نمیکنم، یعنی بعید میدونم. ببین عزیزم، تو زندگی یه وقتایی یه شروع تازه است. این شروع تازه با خودش انتظار و توقع میاره. خب آدم هم بدون انتظار و توقع نمیتونه زنده باشه. یعنی چیزی رو که الان گفتم دوباره تکرار میکنم ملیس، یعنی یه شروع تازه. یواش مراقب باشید. ببین نگران نباش، حالت خوب میشه. میتونم خوب. ببین ما اینجاییم پیشتی. شما بریم بیرون. من بمونم. گفتم بریم بیرون. تو هم برو. باشه من بیرونم، منتظرتم. باشه. کرم یه نگاه به زخم دوستت میندازم، اگه لازم باشه که عمل شه میبریمش بیمارستان، راه دیگه ای نداری، فهمیدی؟ آره. درد داره؟ خیلی درد داره، خیلی. دست نزن به من، دست نزن، همه اینا تقصیر توئه، به خاطر توئه که ما الان اینجاییم، به خاطر تو باریش تو این حاله.
باید حتما این کارو میکردی؟ وضعیت بارانو باید به همه نشون میدادی؟ الان خوشحالی؟ حالا شد؟ من اصلا نمیخواستم اتفاق بدی واسه باریش بیفته، میفهمی؟ تو هیچ وقت چی نمیخوای، ولی نمیتونم چجوری این اتفاقا میفته. ببین منو، اگه اتفاقی واسه باریش بیفته، اتفاقی نمیفته، مطمئنم که اتفاقی نمیفته، برادرم چیزیش نمیشه. پاشو میریم خونه ما. نه مزخرف نگو، تو رو اینجا ول نمیکنم. کجا میری باران؟ نمیذارم بری. میرم اداره پلیس، همه چیزو میگم. پرت و پلا نگو، کسی که خبر نداره، چیزی ندیدن. میگم همه چیو میفهمن. تو چیزی نمیگی، نمیذارم زندگی تو خراب کنی، نمیذارم بری. دیگه همه چی خراب شده. صبر کن، چیزی خراب نشده که، اتفاقی نیفتاده باران. اول از بارش خبر بگیری باشه؟ باران، همه چی درست میشه، نگران نباش، همه چی درست میشه. گریه نکن خوشگلم، همه چی درست میشه، بهت قول میدم. به خاطر اون کرم، همه اینا به خاطر اون بس فدرته، وگرنه من این کارو نمی کردم. من نمیتونم و کسی این کارو کنم. میدونم عزیزم، میدونم. چقدر خوب شد زنگ زدی، یه سینمایی رفتیم. مطمئنی؟ من که به زور تونستم فیلمو تا آخر ببینم. در این حد یعنی؟ آره به خدا، حداقل از خونه زدیم بیرون. آره راست میگی، حق با توه، واسه منم خوب شد، خیلی وقت بود که سینما نرفته بودم. های یعنی ژاله الان اونجا چی کار میکنه؟ تو چه زن خوبی هستی. چی شد که اینو گفتی؟ اگه کسی دیگه جای تو بود، تو صورت ژاله نگاهم نمیکرد. من گذشته ها رو فراموش کردم، بخشیدن رو انتخاب کردم. حالا واقعا بخشیدی؟ آره بخشیدم. آخه من همچین آدمی نیستم که. تازه فکرشو بکن، با همچین بار سنگینی مگه میشه سالها زندگی کرد؟ چه میدونم، این همه سال با بار خستگی، ناامیدی، بخشیدن بهترین کاره واقعا. حق داری، یعنی باید بخشید، ولی بعضی وقتا آدم ها اینقدر ناراحتت میکنن، اینقدر دلتو میشکنن، اینقدر بهت ضربه میزنن که بخشیدن سخت میشه. تایفون، توی خانوادت مشکلی چیزی هست؟ نه، توی خانواده من نه. راستش پدر مادر شایکا، مادر زن و پدر خانومم، خیلی از من خوششون نمیومد. خیلی ماجرا پیش اومد. حالا بگذریم، یهو یادم افتاد. چرا بگذریم عزیزم؟ بگو من میشنوم. من سنگ صبور خیلی خوبی هم، بقیه که اینجوری میگن. جواب بده دیگه. مامان بهیجه است. جواب بدم؟ جواب بده، ولی چیزی بهش نگو. سلام مامان بهیجه، چطوری؟ من خوبم، نگران باریش شدم، زنگ میزنم جواب نمیده. ببینم شما دوتا با همین؟ آره معلومه با همین، با کی میخواییم باشیم؟ گفتیم بیایم یه هوایی بخوریم، اومدیم هوا خوریم، جای شما خیلی خالیه. به اون بغل دستید بگو خونه اومدنی، هوا خوری رو نشونش. های مامان بهیجه، واسه چی عصبانی میشی؟ گفتیم که دوتایی با هم اومدیم بیرون یه آب و هوایی عوض کنیم، گذر زمان رو نفهمیم. گوشی رو بده به اون باریش ببینم. وقتی من هستم واسه چی میخوای با باریش حرف بزنی؟ ها؟ مگه من و باریش با هم فرق داریم؟ امان از دست تو، تو اگه این زبون رو نداشتی کلاغا میخوردنت. آره والا همینطوره. چیزه میگم که راستی باریش امشب خونه ما میمونه، گفتم یه وقت نگران نشیم. باشه بمونه،
هر دوتون رو میبوسم. منو باش، مراقب خودتون باشین، زیادی این ور اون ور نمونید. نگران نباشین، میبوسمتون. خدافظ. یه مدت خیلی حالم بد بود، میخواستن ایلا رو ازم بگیرن. جدی میگی؟ بعد از فوت همسرم بگذریم، حالا هرچی، مجبور شدم خودم رو جمع جور کنم، واسه از دست ندادن دخترم به زندگی چنگ زدم. آره آسون نیست، یعنی اصلا آسون نیست. دمت، من روزای خیلی سختی رو گذروندم. کیم؟ چیم؟ کجام؟ به هر حال گذشت، اون روزا گذشت. میدونی فکر میکنم، ای وای ببخشید، حتما الان دلت قرابیه گردویی میخواد. آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ این چه حرفیه؟ هیچی، فقط خواستم یکم خوشحالت کنم، همین. یعنی به خاطر مدیر شدنم نیست؟ نه. خیلی معذرت میخوام. آخه من بعد از سالهای یک کاری کردم، یعنی مدیر شدم، فکر کردم به خاطر خوشحالی. آی بابا، خیلی معذرت میخوام، به خدا منظورم این نبود، واقعا معذرت میخوام، ببخشید. آخه تو خیلی دوست داری من تو زمینه شغلیم یه پیشرفتی بکنم، فکر کردم چون مدیر شدم واسه همین خوشحال شدی، واسه همین. اشکال نداره. عجب خریم من. نگو تو رو خدا. چرا؟ به شوهر من نگو خر. خب بذار یه دونه بخورم ببینم. بخور. ببین خشک نیست که. آخ دندونه. امان از دست تو. نگرانت شدم. لطفاً اسمس هم دیدی به هم زنگ بزن. کارم تموم نشده، فردا هم دیگر رو میبینیم. یه نگاه بندازیم؟ خوبه، جای نگرانی نیست، زخمش عمیق نبوده، چاقو فقط رفته زیر پوستش، به اندامای داخلی صدمه نزده. پس دیگه لازم نیست بریم بیمارستان؟ نه لازم نیست، من زخمو تمیز کردم و بخیه زدم، پانسمانشم کردم، در حال حاضر هیچ مشکلی نداره. خوبه، حالا من میتونم برم تو؟ آره. تو وایسا، این اولین و آخرین باری بود که بهت کمک کردم. اگه یه بار دیگه منو تو همچین شرایطی قرار بدی، بقیهش دیگه با خودته. هیچ کاری نمیتونی بکنی، فهمیدی؟ هیچ کار. اگه بخوای کاری کنی، دهنمو که تا امروز بسته بود باز میکنم و به امین خانوم میگم که شبا کجا میری و با کیا میری. واسه همین صدا تو ببر، حرف نزن، خفه شو. نگرانت شدیم. حالت خوبه؟ زیاد اینجا نمیمونیم، زود میریم خونه. باشه، تو یکم دیگه استراحت کن، بعدش با هم دیگه میریم. باشه.
یه زنگ بکرم بزن. نه من به اون حیوان هیچ زنگی نمیزنم. پس به زینب زنگ بزن. آره به زینب زنگ میزنم. الو زینب، خبری از باریش هست؟ خدا رو شکر. چی شد؟ چی میگه؟ میگه حالش خوبه، چیزیش نیست. آره پیشمه. من بعدم بهت زنگ بزنم. باشه باران، میخوای نگه دارم عزیزم؟ نه حالم خوبه. خب باریش حالش خوب شده. من که بهت گفتم دیگه خودتو ناراحت نکن. این هفته فقط استراحت میکنی، خم نمیشی، بدنت هم یوهو کش و غص نمیدی، یواش یواش دستتو میگیری به یه جایی بلند میشی. باشه. سه روز دیگه هم بیا که پانسمانتو عوض کنم. میام ولی من آخر هفته مسابقه دارم. هنوز میگی مسابقه؟ واقعا که باریش خب مهمه. مسابقه رو فراموش کن، اون وقت همه یه بخیات باز میشه، بعد دوباره باید همه این کارا رو از اول شروع کنیم. شنیدی دیگه؟ نه شنیدم. باشه ها. با باران حرف زدی؟ با جان حرف زدم. خب چطوره؟ اونو ولش کن، مهم اینه که تو الان حالت خوبه. با دکتر حرف زدم، میتونیم بریم. با نورگلم حرف زدم، ترتیب همه چی رو میده، داروهاش هم میگیره. چه داروی؟ چیزه، آنتی بیوتیک باید بخوره. با مامان بهیجه هم حرف زدم، میدونه پیش من میمونی. به مامان بهیجه دوباره زنگ میزنم و میگم که خونه ما میمونه. نه نمیشه. نه کشش نده کرم. این توی که کشش میده زینب. زینب بریم خونه شما. باشه عزیزم. یعنی چی؟ داداشم من که نمیتونم تو رو اینطوری ول کنم. ببین باریش، من نمیدونم منظورت از این کارا چیه، من نمیخواستم همچین اتفاقی بیفته، من واقعا معذرت میخوام. از طرفی هم خیلی ازت ممنونم، زندگیمو نجات دادی، بدون معطلی خودتو انداختی جلوی من. نگران نباش، به هیچ عنوان نگران نباش، کاری که باران کرد بی جواب نمیمونه. نشونه. نه خیر کرم، به اندازه کافی اون دختر رو اذیت کردی. همه اینا تقصیر تو، فهمیدی؟ اگه کاری به کارش نداشتی هیچ کدوم از این اتفاقا نمی‌افتاد. خیلی خوب بریم. یواش، خودم کمکش میکنم. صبر کن. انگار فیلمو ندیدی. چی؟ مگه نمیدونی خونم کجاست؟ آه وای، من رو حساب عادت، خیلی معذرت میخوام. خب مشکلی نیست، خودم میرم. مسخره بازی در نیار باران، خودم میرسونمت، معذرت میخوام. یواش یواش. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. شب بخیر. آروم یواش. بذار من درو باز کنم. آروم بشین تو. باشی بشین. یواش یواش یواش. خیلی خوب. یواش. ممنون. خوش اومدی عزیزم. باران دخترم
چته؟ یه چیزی بگو. مامان تو رو خدا دنبالم نیا. دخترم یه دقیقه صبر کن ببین چی بهت میگم. باران، من یکم پیش گفتم بریم خونه شما ولی نمیتونم اینطوری برم پیش مامانت که چی میخوایم بهش بگیم؟ چیزی نمیشه عزیزم. میگیم تو بازی اینطوری شد، توپ خورد به شکمت، چی میخواد بشه؟ نه بابا نمیتونی اینو بگی. فکر کن آخه اگه این حرفو بزنی شاید مامانت دیگه نذاره بیای مدرسه. نه بابا دیگه چی؟ خب پس حالا چی کار کنیم؟ خونه شما هم که نمیتونیم بریم. حق داری. راستش من یه چیزی به ذهنم رسید. اول یه زنگ به کرم بزنم اسم دارو رو بپرسم. اتفاقی افتاده؟ نه نه چیزی نیست. زنگ زدم اسم دارو رو بپرسم. آها باشه، همین الان اسمشو برات اسمس میکنم. بذار این در رو ببندم. نه 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 خیلی درد میکنه. نه چی کار کردم؟ حالا شد. بسته دیگه بابا، کافیه. بلند شد. بذار اینجا. باشه. ببین از این قرص یه دونه صبح یه دونه هم شب میخوری. باشه. بگیرش. خیلی ترسیدم، باور کن داشتم از ترس میمردم. خیلی خوب زینب، ببین هیچی نیست، دکترم که گفت. معلومه گفتنش آسونه. باورم نمیشه، اصلا باورم نمیشه چطور تونست همچین کاری بکنه. حتما عقلشو از دست داده. کی؟ معلومه کی، باران. یعنی اصلا به فکرم هم نمیرسید همچین کاری بکنه. باران چاقو بگیره دستش جلوی کرم وایسه. هرچند دیوونه شده بود دیگه، از دست کرم زده بود به سرشون، هم حق داشت. چیزی که من هنوز نفهمیدم اینه که کرم چرا انقدر به این دختر گیر میده. چی میخواستی باشه باریش؟ همونطور که قبلا به من گیر داده بود الانم نوبت بارانه. لازم نیست که باران کاری کرده باشه حتما. آره راست میگی. بگذاریم درباره این چیزا حرف نزنیم، تو باید استراحت کنی. باشه، میخوای تو هم دیگه برو خونه. معلومه که تو رو اینجا تنها نمیذارم. آخه مامانت نگران میشه زینب. نگران نمیشه، بهش گفته بودم میرم خونه بارانینا. خیلی خب هر جور راحتی. یواش یواش.